ما امروز یه لایوی داریم، البته به پیشنهاد مژده است که من با یکی از فعالین روستایی صحبت بکنم به اسم رسول. با فعالیت‌های خودش بگه. در کوهستان رسول های رسول نازتون رو باید چقدر کشید؟ های درود، سلام. سلام. خب اسمت رسوله؟ آره خیلی خوب. چوپانی؟ آره آخه چه قشنگ، چه قشنگ. خب چرا با ساعت یک میگی نمیای؟ خب بگو ببینی کجا هستی؟ اومدم. تو کجا هستی؟ من الان پیش گوسفندا. کدوم که شهری؟ من آذربایجان غربی خوی. خوی لوسان اوغلا. بله. نه زیرحسن. خوب وای وای وای، گوسفنده گوسفندهاتون. میدونی که این گوسفنده دنباشون که هست، این اینقدر من اون دنباشون دوست دارم. خب بعدش خیلی، آخه تو آلمان گوسفنده دنبه ندارن، میدونی؟ نه گوسفند آخه اینجا، من خیلی اینجا هم یه سری گوسفنده رو، حالا خودتو نشون بده، یکم با خودت صحبت کنیم. دوباره نتت درست شد، با هم صحبت میکنیم. خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود. منو براتون از احساسات و لطافت زنان در اسلام براتون صحبت کنم. نمیخواد از اسلام، از احساسات و لطافت خودت بگو. از زنان در اسلام، اسلام رو انقدر باز میکنی پیجو، ما میخواییم اینجا با خود بچه ها آشنا بشیم، بچه ها با هم دیگه آشنا بشن. نه چقدر از طریق این لایو بچه ها با هم تونه تونستن روابط خوبی رو برقرار کنن. این کسی هم که میگه زیبا برام زن بگیر، اولا نشون میده که تو چقدر خودت در ارتباطات اجتماعیت بیارزه هستی. دوما این که زن رو اینجوری زن بگیر، مگه گوسفند کسی برای تو بگیره؟ برو یه گوسفند حداقل از رسول بخر، بهتره. زن برام بگیر. عقب مونده اصحاب کهفی عهد دقیانوسی، بیدار شو، بیدار شو یکم، زمانه خیلی تغییر کرده، جمله بندیاتو تغییر بده. من فوشارم میبینم، نه بدید، شما فوشاتونو بدید. مثل اون چیزه که میگفتش که اومده بود این میگفت هر روز میرفت تو داروخونه میشاشید، بعد میگفت داروخونه چیز میخ داری، آخر سر این گفت بابا اینجا داروخونه است میخ نیست، فردا میگفت بشاشم به اون داروخونه ای که میخ نداره، بعد میشاشید میرفت. بعد دوباره اینجا که من خیلی دوست دارم، خیلی باحاله از برخورد اون داروخونه. چی سه بار اومد گفتش این دیگه، گفت بابا میخ ندارم، بعدش گفت بشاشم به داروخونه که میخ نداره، بعد شاشید رفت. بعد روز سوم این دارو رئیس صاحب داروخونه گفت بابا ما یه جعبه میخ بگیریم، این هر وقت اومد بهش بگیم که بیا میختو بگیر. فرداش گفت میخ داریم؟ گفت بله داریم. گفت بشاشم به داروخونه که به جای دارو میخ میفروشه. بعد دوباره شاشید. پس فرداش گفت این داروخونه چیم جوری کن؟ گفت عزیز من تو بشاش و برو. تو شاشو بشی، بشاشو برو دیگه. تو کاری ده. حالا این چیز جریان این فوشاشه، ما هر کاری بکنیم شما فوش میدید. خب بعدش هم ولی میدونید که به من خیلی وابسته هستید که میایید توی لایف دیگه. بعد خب بیایی شما فوشاتون رو بدید و برید. ولی جالب شد دیگه،
رسول خیلی جالب شد، خوشم اومد ازش، چیدم بچه چوبه رو اینجوری گرفت او شی اولانلردن. نه من به ترکی رسول اگه میبینیم تخص تخص اولانلردن. من توی خیابون نشاشیدم ولی توی جنگل خیلی دوست دارم بشاشم. وای یه کلیپ هم دارم دیگه، میرفتم اونجا میگفتم که بعد یه زن میشه میگفت بابا چرا تو خونه نمیشه، میگفتم میریم جنگل میخوام بشنم اونجا چمنا بخوره بکونم بعدش اونجا بشاشم، یه هوا بیاد بعد دیگه خیلی حالی بود، حال خوبی میداد. آره ولی تو خیابون نه، خیابون محل اجتماعی یه جایی باشه که باید هم بالاخره طبیعت سی مجده که گفتی و من از همون تیکه کوچیکم که دیدم همون لحظه هم که اومد خوشم اومد، از چهرش بر حالاتش خوشم اومد.